مواظبش باش. تو یه سری چیزا بستم، تو یه سری چیزا مثل جناب علی مقصر بفرموده اومدم اینجا که از دلتون در بیارم. بفرمایید که راهش چیه؟ بیرون رفتن شما از اینجا. تا برادر زن منه، باباش محمد تقی خان سپاهان نامیه که با شاه هم فالوده نمیخوره. همینجوری که نگاهشون میکنی آدم های درد سرداری نیستن، بدخلق و ناقلا نیستن، ولی اگه یه گوشه منفعتشون سایده شه میشن آدم های پردرد سر. آن پول زدن به بچه آدم های زیادی پول دار عوارض داره. اگه خوب بشه حق ویزیتتو نمیخورن ولی خونت هم آباد نمی کنن. ولی اگه خوب نشه و اتفاقی براش بیفته خونت رو با آتیش میکشن. این اسمش دلجویه یا هشدار؟ معادله پیچیده ای نیست. من بردم بالا سر یه مریض قلبی، زنگ زدم به دکترش، گفتم قرصشو ندارم، گفت فلان آمپولو بزن، زدم. بعد شما اومدی لگت زدی به کیفم، حالا هم داری هشدار میدی. از اینجا به بعد معادله پیچیده میشه. تو حق ویزیت چقدره؟ آدم زود برای شما تو میشن؟ اینجا درمونگاه خیریه است، هم واسه پولدارا هم واسه بی پولا. برش دار. کسی که از پول گذشت از پول گذشت. همونقدر که تاها به درد همسایگی میخوره به درد عاشق پیشگی نمیخوره. گاب زبون آقا آب رو آتیش بسه کرد. اونا رو قابل ندونستی که بهشون دست نزدی؟ آقا وسواس چیز بدیه، این خوره میمونه. از هفته پیش یهو افتاد به جونم. هفته پیش که تشریف آوردید حمید خانیتی که پیتزا داد بزنم، داد به هم و گفت زیادیه. ویار زن حامله هم اجابتش واجبه دیگه. منم نگفتم نخور، ولی بعدی چی گله؟ به خدا آقا شما و حاج آقا سپاهان نونتون مثل گل پاک و عین گوشت گوسفند حلاله. من نمیخوام غیبت حمید خانو بکنم. چجوری بگم؟ نون حمید خان خیلی سرراست نیست. یعنی من رد مظالم اون تیکه پیتزا هم دادم که زنم و بچه تو شکمش حروم نخورده باشن. الانم نگران شما هم. حتی قطعه آبم که براتون میخره نذارید. به قرآن رد مظالم داره آقا.
ببین گله جان، همین تر خرجی میکنه سر برج من باش حساب میکنم، دوبله هم حساب میکنم، این روالمونه. برو خیال دخ باشه. ببر دیگه. از دلش در اومد. 20 تومانی که بشه 200 تومان از دل همه در میاد. حمید خان راحت باش، همون حیوان صدام کن. ببین من تو چی؟ تو خوشحال باش، خوشحال باش که یکی اساس خاطر تو و منفعتت مثل حیوان سمت بقیه حمله میکنه. چشای منفعت طلبا رو میشناسی؟ 20 تومانی و 200 تومن میگیره. یه آدم نخورده بیچاره که با یه آمپول میاد بالا سرت. توقع داشتی چیکار میکردم؟ براش دست هورا میکشیدم؟ یا به قول خودت مثل حیوان سمتش حمله میکردم؟ آره خب، من 7 پشت غریبم و قاقم و تهش میشم حیوان؟ اون وقت این منفعت طلبای پاپتی میشن نور چشم به درک. همینجاش باهات رفاقت کردم. از اینجا به بعد شو دیگه نیستم، برمیگردم تهران. حمید خان، حمید خان، حمید خان، یه لحظه وایسا. آقا من معذرت میخوام. باشه خب. تهدیدو تو دل مردم خالی کردن از خواص فامیل سپاهانه؟ رو تو ببینم این چی میگه؟ صبر کن. برای چی تو دل بابامو خالی میکنین که نباید اینجا بمونم؟ که اینجا امکان هر اتفاقی هست برای من. برای من چه فرقی میکنه کی با شفالوده میخوره یا نمیخوره؟ که شما دارایی یا نیستی؟ شما فقط برای من یه مریض بودی، هنوزم هستی. مریضی که دیگه نمیخوام برم بالا سرش. حمید اومده بود برای دلجویی و یه سری هشدار و بعد تو دل بابا مخالی کردن دلجوییه؟ هشدار چی؟ برم با پلیس بیام؟ با پلیس بیام که تهدید کردین بابامو؟ برای چی پولو دادین به سرایدار در مونگا که بده به من؟ به من نگفتم اونجا خیریه است؟ خانم من واقعا سر در نمیارم. اون به من گفت میشه یه لطفی به خودتون بکنین؟ داروهاتون همیشه پیشتون باشه، چون من دیگه اینجا بیا نیستم. باشه باشه، چشم، بیام تهران حواسم بهتون هست. رو چشم، من بعدم بهتون زنگ میزنم. تو رو من همون حیوانی هم که گفتی لازم بود مثل یه حیوان بهشون حمله کنم. تو بهم دروغ گفتی. اونم لازم بود. چرا لازم بود؟ واسه اینکه اینا همون آدمایی هم که بهت گفتم گشنه و خطرناک. اگه امروز گشنگیشو رو نکرد و پوستتو نکند واسه اینکه منتظره که فردا این کارو بکنه، پس فردا این کارو اون فقط بکنه. یه آمپول اون فقط یه آمپول به تو نزد. از دیروز سالا 3 بار دیدیش، 3 بار مات شدی، 3 بار بهش زول زدی و شدی راچکاپور. پس اون فقط یه آمپول نزد. تو داری واسه دلت حساب کتاب فا میکنی، واسه دل بچه سالت. آدم های گشنه چه بخوان چه نخوان ترسناک میشن. تو داری دل میبندی و ترسناک بودنشو نمیبینی. بعدن که خرابش شدی و فهمیدی طرف یه کلاشه، قلبت از قصه وای میسته خاک تو اون سرت.
من بلدم از خودم مواظبت کنم. حالا 5 سال پیش که نشون دادی بلد نیستی. از کدوم 5 سال پیش حرف میزنی؟ گفتم از کدوم 5 سال پیش حرف میزنی؟ بابا یه چرتی گفتم حالا. الو تاها جان، تو به همین چی گفتی؟ من چی گفتم؟ از 5 سال پیش افسانه. مامان دعواش شد. این رازداری تابجی؟ حمید بفهمی که همه دنیا فهمیدن. من چیزی نگفتم. بگو جون ماها نگفتم. بگو اگه نگفتی. گفتی چی شده داداشی؟ حمید کجاست؟ بهش گفتم دلش برای ماهان تنگ شده و حواسش نیست، بس سویچه دادم دستش که بره دیگه نبینمش. موبایل تو جواب نمیدی؟ چی شده؟ تو از افسانه چیزی به توها گفتی؟ حمید؟ حمید دارم دق میکنم. آره از دهنم پرید گفتم، ولی بعدش ماسمالی کردم. ماسمالی تو باور کرد؟ چه میدونم، فکر کنم. پس چرا به من زنگ زده؟ زنگش بابت درد دیگه است. درد خاطرخواهی. خاطرخواهی؟ یه دختر کلاش که مثل اختاپوس میخواد بشنه رو سرش. یه خانم دکتر. کدوم خانم دکتر؟ بهش گفتم تو جوونی نمیفهمی، کلی دروغ دوان درباره دختره گفتم که گلوگیرش نشه، ولی به نظر من شده. گفتم و شدم حیوان. صاف تو چشم من نگاه کرد و بهم گفت حیوان. البته هنوز نه به داره نه به باره، ولی بهتون گفته باشم آجاقا، اگه تاها تو اون مزرعه بمونه و دختره تو اون درمونگا روبروش باشه، هم به بار میشنه هم به دار. اون وقت این دار گلوشو خفت میکنه. یه دختر هوچی که به 6 ماه نکشیده گندش در میاد و قلب مریض تاها رو از کار میندازه و thank you.
شما فرمایید. نه آقا بفرمایید. ای وای دست در نه. یا الله یا الله. آقا حمومت طول کشید. هواش واسه قلبت خوب نیستا. بچه رو بیارین شما هم بشین سونه بخورین. نه آقا تا خس میکنه. اینجا هوا خیلی سرده. دیشب سرما خورده آقا. برو بپوشونش ببریمش پیش خانم دکتر. برو. ببرین. گفته دیگه مزرعه نمیام. برم بپوشونمش بریم. یعنی دیگه نمیخواد بیا؟ بچه رو نبریم. رازش میکنم بیا. دست درد نکنه. خیلی ممنون. مواظب خودتون باشید. سلامت باشید. مهرتون. خانم لیلا باقری، بچه گلش مریضه. گفتم بیارنش برای ماینه. یه زن تازه فارغ شده راه رفتن سخته براش. از مزرعه تا اینجا راهی نیست. از اینجا تا مزرعه هم راهی نیست. ما منتظرتون. سلام. سلام. برای زن زاو راه رفتن بهترین چیزه. ما منتظرتونیم لیلا خانم.
چی شد آقا؟ چی شد یه هایی؟ دلم آروم نیست، دلم آروم نیست. به خدا داری سخت میگیری با غریا. به خدا شاین سخت نمیگیرم، نمیتونم، نمیتونم بی تفاوت باشم. اون مرد بهم هشدار داد. غلط کرد. غلط کرد که وقتی کار از کار گذشت دو دستی باید بزنی تو سرت خانم جون. تو این غربت زدن دخترمو ناکار کردن، یقه کیو بگیرم؟ بلای سر دخترم آوردن، یقه کیو بچسبم؟ دخترم بغل گوشم بود، زیر نظرم بود، وکیل وسیعش بودم، باز سرم کلا رفت و تو 28 سالگی بیوه شد. حالا که فرسنگ ها ازم دوره. اصلا من نخوام دخترم اینجا بمونه، کیو باید ببینم؟ نکن مرد، این دختر داره اینجا دورش میگذرونه. تا حالا دو سه جا عوض کرده، این یکی دو مارم بذار بگذرونه تموم کنه دیگه. داخل تو چرا اینقدر وسواس فکری داری؟ درمانگاست دیگه؟ خانم دکتر اینجا نیست. کجاست؟ رفته تو مزرعه اون آقا پسره. پسر حاج آقا سپاهان. این آقای باقری. یه چوهایی تو این روستاست که هر کسی از هر مملکت دنیا بیاد زن تاها بشه افتاده تو خمره اصل. چون اون عمرش به دنیا نیست ولی عمر پولاش تو دنیاست. این درست نیست که این حرف حدیثا پشت سر خانم دکتر باشه. همه میگن این حمید میراثخوار تاهاست. برای همین هم مثل سریش چسبیده بهش. باید ازش دوری کرد. خانم دکتر اومد. خانم دکتر اومد. خانم دکتر اومد. اومد خانم دکتر. خانم دکتر اومد. بازم کبکتون خروس بخونه آقا تاها. تاها خان. خانم دکتر اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. دخترم کجاست؟ اینجاست آقا. خانم دکتر اینجاست. آقا اینجا باد بی حیایی میاد. بچه ما هم زود سرما میخوره، اینه که ما مزاحمه. برگشتی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ بچه آقا گلهج مریضه. خب کاراشو انجام بده تا بریم. برو دیگه. بریم مادر. Thank you.
بله آقا، این باد بی حیا زندگی ما رو. آقا چای می‌خوری؟ آقا خیلی ممنون. جمع کن دخترم. آخه واسه چی؟ واسه دل من، دل سیر و سرکه‌ای من، دل سیر و سرکه‌ای بابای اتو شویی دارد که یه عمر سر پا لباسای مردم رو شسته و اتو کرده و یه بچه با هزار تا امید و آرزو و نگرانی داره. جمع کن دخترم. بابا جون به خدا اینجا خبری نیست، خطری نیست. هم خطر هست هم حرف. حرف؟ آره، همین بغل گوش خودمون، همین سرایدار نگهبان که بغل گوشمونه، حرف اول از اون در اومد. چه حرفی؟ یه دختر مطلقه که میخواد بشینه رو سر یه پسر پول داره رو به موت. انصاف نیست. به خدا انصاف نیست بابا جون. من... تو چی؟ تو فکر کردی من دختر خودم رو نمیشناسم؟ چشم و دل سیر بودنش رو نمیشناسم؟ پس اگه میشناسیش چی کارش داری مرد؟ آخ اگه زندگی رو میسپردم دست تو که چیزی ازش نمیموند. آره، یه وقت نسپاریش دست منو. زندگی اولش هم من تایید کردم که آخر عاقبتش این شد. خوب میکنی باقری، نسپارش دست من. باشه، سرکوف بزن ولی چشماتم وا کن. واکنو ببین. ندیدی؟ نشنیدی؟ نخوندی کینه توزی میکنن؟ اسید میپاشن؟ هزار تا پدر سوختگی میکنن؟ بابا، زندگی من مثل حوض خونه ننه بزرگم میمونه. نه زیاد میشه، نه کم میشه، نه بالا میشه، نه پایین میشه. بذارید همون جوری آروم بمونه. جمع کن دخترم. بابا تو رو خدا خواهش میکنم. من دنبال بزرگتر آقای طه سپاهانم. پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کی حرف آخر باشه. شما حاضر میشین پسرتون با منی که یه بار ازدواج کردم و جدا شدم ازدواج کنه؟ چرا آروم باشم؟ چرا به شوهر من تهمت میزنین؟ هیچکی چک برگشتی نداره که چک برگشتی شوهر من میشه چک قمار و خودش میشه قمارباز و بعد این تو مزرعه بهش میگه حیوان. اما من یه چیزی میگم، پای خواستنت وایسا. اگه درسته وایسا، اگه درست نیست بکنش بندازش دور.